در خدمت شما خواهیم بود. دیداری از مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال کشور. کورنر رو ارسال کنه، سرزن های دو تیم داخل محوطه جریمه هستن، ارسال روی دروازه موقت حال، یک سر به سر تماشایی از رضا اسدی و چه توپی رو در آورد حبیب فرعباسی، عالی بود. ببینیم در تصویر آهسته این ضربه سر بسیار زیبا که به این شکل زده شد و خیلی خوب توپ رو بیرون کشید. سرزنها دوباره داخل محوطه جریمه، ارسال عالی، یه بار دیگه موقعیت برای تراکتور، فرصت ستاری و باز هم حبیب فرعباسی داره میدرخشه و داره گرم میشه. این بار توپ رو از ایمان سلیمی گرفت. خواهیم دید تصویر آهسته رو چقدر خوب بود تو این صحنه. کار فرعباسی عالی گرفت. ببینید این ضربه به این شکل اومد، خانزاده ضربه رو زد، موقعیت عالی برای نف، فرصت خیلی خوب میره که ایجاد بشه، یک بازیکن مقابلش، یک ضربه و این بار در این سمت زمین محمد رضا اخباریه که عالی عمل کرد در مقابل این مهاجم نفتی هاست. ببینیم در این صحنه حرکت خوبی که انجام داد و ضربه که زد به این شکل اخباری با پشت محوطه جریمه. حالا موقع برای تراکتور، یه فرصت عالی، دژاگه چه پاس رو به عقبی داد با پشت پا، فوق‌العاده بود پاسش و چه موقعیتی از دست رفت با احسان حاج صفی برای تراکتور. لادی دژاگه ببینید در تصویر راسته کجا رو دید و ارسال او ارسال خوبی هم هست، فرصت عالی، باز هم موقعیت خوب که فرصت برای ارسال هست. حالا ارسال روی دروازه، اخباری میاد بیرون و تو دور میکنه، میره برای ارسال روی دروازه، ارسال عالی، یک سر بیستر توی دروازه، توی دروازه، اما گل مورد قبول نیست. ببینیم در تصویر هسته این ارسالی که اومد داخل محوطه جریمه و با دست رضا اسدی توپ رو وارد دروازه کرد. سوت پایان بازی در نیمه اول به صدر در میاد و بازی 0-0 مساوی به پایان میرسه. امیدواریم نیمه دوم گل هم داشته باشه این بازی. مهدی زبیدی جانشین امید سینگ شد، بازیکن هندی بهبهانی، یه لحظه موقعیت برای تراکتور میره که ایجاد بشه، پاس به پشت پا، فرصت برای تراکتور، یک ساری تماشایی توی دروازه، یه گل زیبا و با کلاس میزنن بازیکنان تراکتور. چه ضربه ای زده شد، سعید مهری بود ضربهشو زد در درون دروازه قرار گرفت توپش و خواهیم دید زیبایی های کارو که چگونه دروازه تیم نفت مسجد سلیمان باز شد. تصویر به چه شکل، به چه زیبایی توپ رو وارد دروازه نفت میکنه. تراکتور 1، نفت مسجد سلیمان 0. حاج صفی پشت تو، یک ضربه تماشایی و فوق‌العاده، یک ضربه بسیار زیبا که از کنار دروازه به بیرون رفت، به بیرون رفت. اینم ضربه اشکان دژاگه که از کنار دروازه به بیرون رفت. آقا هیدری سوت خودش زد، یه ارسال عالی، موقعیت خوب برای تراکتور، یک ضربه و تو که از کنار دروازه به بیرون رفت، نبود. حالا ارسال صورت میگیره، فرصت عالی و توپی که کسی ازش استفاده نکرد. یه لحظه ببینیم تصمیم آقای هیدری چیه، دست به جیب شده و کارت زرد رو به رضا اسدی بده که خواهد داد اخراج میشه رضا اسدی. بله، ببینیم در تصویر هست چه اتفاقی افتاد. دوباره با دست رفت به سمت توپ. بله، یه ارسال رو به جلو، ارسال خوبی هم هست، فرصت برای تراکتور، روی زمین افتاد و سعید آهنی معتقده که باید داور پنالتی میگرفت، اما آقای هیدری همچین اعتقادی نداره، بهش یه تذکرم داد. انصافا یه اتفاق خاصی نیفتاد. یه تراکتور بار دیگه این کارو انجام میدن روی دروازه، موقعیت خوب برای تیم نفت. اگه گلی به ثمر برسه بازی به وقت اضافه کشیده خواهد شد، در صورتی که با نتیجه مساوی به پایان برسه. برتری 1-0 شو، ارسال روی دروازه، ضربه سری که توپو دور میکنن، محمد رضا آزادی، 1-3 هست، خود آزادی پیشروی این بازیکن، محمد رضا آزادی، یه بازیکن جوون دیگه برای تراکتور، گل میزنه یا نه، ضربه از راه دور که جالب نیست و در اختیار فرعباسی قرار گرفت. تغییر دیگه در ترکیب تراکتور در راهه.
موقعیت خوب برای نفت مسجد سلیمان. یک ضربه و تو کس بولوی دروازه به بیرون رفت. یه بازیکن جوون دیگه مهدی ببری باید وارد بازی بشه. ببینیم در تصویر آسته چگونه این موقعیت رو از دست داد. شانس آورد تراکتور که فعلا فینالیسته. ببینید زمین میتونه برای تراکتور شک بگیره. احسان حاج صفی، خود حاج صفی تندوتیز، احسان حاج صفی فرصت خوب برای تراکتور. خود حاج صفی صاحب توپ داخل محوطه جریمه، پاس عالی برای آزادی، ضربه که حالا فاجعه تر از صحنه تاییدی این سمت شد، کم تو پله شد.